سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در تماسی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران گفتگو کرد به گزارش خبرگزاری مهر میشل سلیمان در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده است تا با کمک روحانی منطقه و به خصوص سوریه از شرایط موجود خارج شود حسن روحانی نیز گفته است که سیاست جمهوری اسلامی ایران کمک به ملت‌ها و دولت‌های منطقه است. او تاکید کرده که راه حل رفع مشکلات منطقه و به ویژه سوریه نظامی نیست. آقای روحانی همچنین بار دیگر خواهان عدم دخالت خارجی ها در امور سوریه شد. رئیس جمهور منتخب ایران ابراز عقیده کرده که مردم سوریه خود باید برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. جمعی از اعضای کمیته موسوم به پیگیری مطالبات مردم سوریه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش افکار نیوز دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار با ممتاز دانستن نقش سوریه در چند دهه اخیر بر ایستادگی مقابل اسرائیل و حمایت از مقاومت اسلامی تاکید کرد آقای جلیلی همچنین با تروریست خطاب کردن ارتش آزاد سوریه گروه اصلی مخالفان مسلح حکومت این کشور ارسال سلاح برای آنان توسط کشورهای غربی را مقایر قوانین بین المللی دانست. جلیلی گفته است هر سلاحی که به سوریه ارسال شود نتیجهش کشته شدن افراد بیگناه بیشتر و تخریب زیرساخت های این کشور است در این دیدار نمایندگان گروه موسوم به کمیته پیگیری مطالبات مردم سوریه گفتند که برخی میخواهند به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند در حالی که خواست اکثریت مردم توقف دخالت های خارجی و برگزاری انتخابات آزاد است کشته شدن دو نفر در منطقه شیعه نشین شرق عربستان سعودی به ماها آرامش در این منطقه پایان داد. به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی پلیس این کشور اعلام کرده است که دو تن از افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی در جریان تبادل آتش با نیروهای پلیس در منطقه قطیف کشته شدند این دو نفر ابراهیم آل ربج و علی المحروس نام دارند که به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر مناطق شرق سعودی تحت تعقیب بودند بدین ترتیب شمار کسانی که از اوایل سال 2011 یعنی زمان برگزاری نخستین تظاهرات اعتراضآمیز خیابانی شیعیان سعودی به دست نیروهای پلیس کشته شدند به 20 نفر رسید این تظاهرات در اعتراض به اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی برای کمک به نیروهای امنیتی بحرین در مقابله با اعتراضهای خیابانی شیعیان این کشور برگزار شد جنگنده های ارتش اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی شماری از فعالان فلسطینی نوار غزه را بمباران کردند. هنوز گزارشهایی از خسارت های احتمالی به دست نیامده است. به گزارش رویترز میکی روزنفلد سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که شامگاه گذشته شش موشک از نوار غزه به اسرائیل شلیک شده است ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که سامانه گنبد آهنین جلوی دو موشک را گرفته و آنها را سرنگون کرده است پس از آن جنگنده های ارتش اسرائیل اهدافی را در نوار غزه بمباران کردند گفته می شود یکی از اهداف بمباران شده مخزن اسلحه بود هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله موشکی به اسرائیل را بر عهده نگرفته است اگر صدا و سیما در این هشت سال در ارتباط با موضوع مهدویت درست عمل میکرد، کرد، هرگز اجازه پیدا نمیکردند با شعارهای انحرافی و استفاده ابزاری از نام امام زمان بالاترین خسارت را به مردم و نظام بزنند. این سخنان را اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام به مناسبت نیمه شعبان مطرح کرده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی او گفته است معمولا چیزهایی که در بین مردم اعتباری دارند مورد سوء استفاده قرار می گیرند او تاکید کرده مسئله مهدویت جز ارزش های مهم و در عین حال دارای ابهامات فراوان است که مورد استفاده های غلطی قرار گرفته و میگیرد او همچنین گفته ولایت فقیه کسی است که در صورت موافقت مردم و خواست مردم از سوی امام زمان مزون است تا مسئولیت اداره امور جامعه را بر عهده بگیرد او تاکید کرده که خیلیها با شعار عدالت و مهدویت آمدند اما دیکتاتور شدند دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای خواهان تشکیل کمیته مستقل حقیقت یاب در مورد مرگ افشین اوسانلو و نیز سلسله مرگهای مشابه سال‌های اخیر در زندان‌های کشور شد. افشینه اوسانلو به دلیل فعالیت سنفی خود در سال 88 بازداشت شد. او سرانجام در یک روند پر ابهام قضایی اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. افشینه اوسانلو سرانجام روز جمعه گذشته در پی آرزه قلبی در زندان رجایی شهر در حین انتقال به بیمارستان رجایی کرج جان باخت. مجموع فعالان حقوق بشر با توجه به مرگ زنجیره زندانیان سیاسی به علت عدم رسیدگی مناسب پزشکی مرگ افشین اوسانلو را مشکوک و پر خوانده است پیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگری مانند اکبر محمدی و هدا صابر نیز به همین روال جان خود را در زندانهای جمهوری اسلامی از دست دادند ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران